بنیاد نوروز شما رو به دیدن این ویژه برنامه دعوت می‌کند. وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم، گلهای خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنم، فصل کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه، مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، مگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. عزیزترین سوغاتیه قبار پیراهن تو، عمر دوباره منه دیدن و بویدن تو، نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام، عمر دوباره منی تو رو واسه نفس میخوام. عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما ایران دوستان عزیز و یک سلام ویژه با کیلومترها فاصله دارم برای شهبانوی عزیزمون، شهبانو فرای پهلوی، مادر ایران زمین نازنینمون که امروز روز تولدشون هستش. توی این برنامه قصد دارم مطالبی رو عنوان بکنم که شاید حتی کسایی که هم نسل من هستن هم کمتر در مورد ایشون بدونن. بعضی مواقع وقتی میخوام از کسی تعریف بکنیم اگر کل مطلب رو نگیم شاید به نوعی نه تنها تعریف نکردیم، نه تنها نتونستیم اون مقام رو بزرگ داشتش رو درست به جا بیاریم، بلکه خدا نکرده ممکنه باعث بشیم که کوچکتر از اون عظمتی که هستش به نظر برسه. تلاشم بر این بوده که مجموعه کارهایی که شهبانو فرای پهلوی برای ایران نازنینمون انجام داده رو در این ویژه برنامه تقدیمتون بکنم. اگر جای کماکاستی هست اینو بر تقصیر من ببینید، به خاطر اینکه امکاناتم محدوده، دسترسیم فقط در حد اینترنت بوده، اما تو اینترنت خوب جستجو میکنم و چیزهای خوبی معمولا پیدا میکنم. امیدوارم که به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی کاملا معمولی تونسته باشم مطالبی رو عنوان بکنم، مخصوصا برای جوانان نسل جدید که شاید اطلاعاتشون در مورد این بزرگ زن تاریخ ایران زمین محدود باشه.
شهبانو فرح پهلوی در 22 مهر ماه 1317 به دنیا آمد. امیدواریم سالیان سال باشه سایش بر سر همه ما و کشور عزیزمون ایران، بر سر خانوادهش، بر سر شاهزاده عزیزمون باشه. اما امسال شهبانوی عزیزمون 83 ساله شد. با عرض سلام و تقدیم احترام، همیشه مترصد فرصتی بودم که به عنوان یک فردی که خواهان جمهوریت هست، حرف‌های ناگفته ای رو که در دل دارم بیان کنم. یکی از اون حرف‌ها 22 مهر هست. 22 مهر روز میلاده، روز زادروز مبارک بانوی بزرگی هست، ملکه‌ای هست، شهبانویی هست که خداوند وجود اون رو به زمین و به ایران عزیز ما هدیه کرد. شهبانو مثل خیلی دیگه از جوانای ایران زمین تحصیلات خودش رو در ایران انجام داد. در مدرسه بسیار باهوش بود، ورزشکار بود، با تیم ژاندارک دو بار تونسته بود که مقام قهرمانی کسب کنه، ولی بعد برای ادامه تحصیل در رشته معماری به فرانسه مسافرت کرد. من این شانس رو داشتم که در دبیرستان در جوار خانم فرح دیبا که حالا شهبانوی نازنین ما هستند درس می‌خوندم. در اون زمان و در اون سن همیشه ایشون رهبر بودند و تنظیم کننده برای هر فعالیت دست جمعی، سرپرستی و برنامه ریزی کارهای هنری کلاس مثل نمایشگاه عکس‌های سفر آقای رابرت سکات به قطب جنوب یا تمرین برای اجرا و نمایش یک تئاتر همیشه زیر نظر ایشان تهیه می‌شد. ایشان اخلاقی بسیار مثبت و شوخ و خوشحال و همیشه ورزشکار. ایشون ستاره تیم باسکتبال مدرسه ژاندارک بودند، سردسته ورزش بودند و حتی در پیکنیک های دست جمعی که با همشاگردیامون می رفتیم به دهات اطراف تهران، ایشان برنامه ریز فعالیت آن روز ما بودند. در نتیجه همیشه من با یه نظر یه رهبر به ایشون نگاه کردم از همون زمان و خوشبختانه با فهم و سلیقه اعلی حضرت همایونی ایشون انتخاب شدند که این 20 سالی که در ایران بودند کارهای مهمتری از اون چه در زمان مدرسه کرده بودند در ایران انجام بدن و سرپرستی بکنن. و در خلال درس بود که با شاهنشاه آریامهر آشنا میشند و این آشنایی فرخنده منجر به ازدواج در آبان ماه 1338 میشه. پاییز ما بهار است چون شما به دنیا آمدید، شهبانوی بزرگ ایران، بزرگ بانوی علم و ادب و هنر که ایران را زنده کردید با شکوفایی علم و ادب و هنر. شهبانو فرح پهلوی بعد از مراسم با شکوه تاجگذاری چهارم آبان 1346 به صورت رسمی شهبانوی سرزمین ایران و نایب السلطنه شد. شهبانوی زیباروی ایران زمین از 29 اسفند 1339 تا روز پیروزی شورش 57، یعنی تا 22 بهمن ماه 1357 آخرین شهبانوی کشور عزیزمون ایران بودن. روزی که می رفتیم، یعنی صبحش بیشتر یادمه که همه آمده بودن، کسایی که کار میکردن در کاخ، از خدمتکاران یا افسران یا خانمایی که کار میکردن خیلی گریه میکردن که نرین بمونیم. ما همش میگفتیم و امیدم داشتیم که فکر نکنه اینجوری نمیمونه روزگار و برمیگردیم. میگم موقعی که آدم مملکتشو، مردمشو، هموطنانشو، همه زندگیشو میذاره، اصلا چیزای مادی دیگه ارزششو از دست میده.
شهبانوی عزیزمون در مدت 18 سالی که به عنوان ملکه سرزمین ایران فعالیت می‌کردند، کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام دادند. کارهای بزرگی که بعضیاش برای خود من عجیب و غریب بود، نمیدونستم. وقتی برخورد کردم، خواستم برای ساختن این ویدیو تحقیق کنم، مطالب بسیار بسیار جالبی رو دیدم که در خلال ویدیو حتما بهتون معرفی میکنم. اما میخوام بگم که 18 سالی که شهبانو سعی کرده جاهای بزرگی در ایران تأسیس کنه یا با مدیریتشون در برخی از مراکز بسیار مهم که فرقی نداره، هنری، اجتماعی، پزشکی، حالا جاهای مختلفشون، واقعا تونسته خیلی موثر باشه و یادگاراشون هنوز که هنوزه مونده. فقط بگم که کاری که ایشون کرده، این نظام خونخوار جمهوری اسلامی در 42 سالی که الان داره حکومت میکنه نتونسته یه دونهشو حتی بزرگتر کنه، توسعه بده یا یه دونه مثلش رو بسازه. به همین دلیل تصمیم گرفتم ویدیو رو بسازم تا نسل خود من یا جوانتر از خود من که خیلی در موردشون اطلاعات ندارن بتونن اطلاعات دقیق تری پیدا کنن و بدونن که خدمات این بانوی بزرگوار ایران زمین چی بوده. تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم، گلهای خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنم، فصل کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه، مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشم، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، مگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو، عمر دوباره منه دیدن و بویدن تو، نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام، عمر دوباره منی تو رو واسه نفس شهبانو به هر جایی که قدم میذاشت اولین فکری که میکرد این بودش که چجوری میتونه به مردم کمک کنه، کجای این چرخ داره لنگ میزنه، کجاش احتیاج به کمک داره، و با استفاده از هوش بسیار بالایی که داشت و با گرفتن کمک از شاهنشاه فقید معمولا سعی میکرد مشکلات رو برطرف کنه. شاید اون موقع داشتن یک همچین شاهنشاه و یک همچین ملکه برای مردم ما خیلی زود بود و ندونستن که چه کسانی هستند که دارن براشون این خدمات بزرگ رو انجام میدن. در قسمت‌های مختلفی که شهبانو بوده که عمدش زیر نظر دفتر خودشون، دفتر شهبانو فرع پهلوی اداره میشد، که این دفتر تا همین
ماهای قبل از پیروزی شورش 57 هم دایر بود و 40 کارمند داشت که در بخش‌های مختلف همه چیز رو رصد می‌کردند و به شهبانو گزارش می‌دادند و هر جا که نیاز بود که خود ایشون مستقیماً وارد عمل بشه به صورت کاملا نظامیوار وارد می‌شد و تمام مشکلات رو رفع می‌کرد. بدین وسیله فرخنده زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی مادر و ملکه ایران زمین را به هم میهنان وطن پرست و هم رزمانم به ویژه اولیا حضرت شهبانو شادباش میگویم. به امید روزی که در ایرانی آزاد با خرد و اندیشه بتوانیم خجسته زاد روز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی را در میدان شهیاد جشن بگیریم. پاینده ایران، پاینده ملت ایران، جاوید شاه، پاینده خاندان پهلوی ایران ساز. در بخش بهداشت شهبانو خیلی زحمت‌های زیادی کشیدن. یکی از این بخش‌هایی که بسیار بسیار مهم بود، اگر حضور ذهن داشته باشید یا اگر اونایی که جوان‌ترن از پدران و مادران شنیده باشن، جمعیت ایران توی یک تصاعد بالایی قرار گرفت به خاطر اینکه وضعیت خوب بود و مردم در رفاه نسبی بودند، بعضی ها رفاه کلی بودند و این باعث می شدش که میل به فرزندآوری بیشتر باشه، اما امکانات کشور ما موقع بسیار محدود بود. شهبانو شیرخوارگاه‌هایی رو تأسیس کردن در داخل کشور که هنوزم بعضیش موجوده و هنوز هم اون بنایی که مونده یادگار دستان نازنین شهبانوی ماست که هنوز که هنوزه بچه‌هایی دارن اونجا شیرخوارگاه‌هایی هستن که دارن بچه‌های بد سرپرست، بی سرپرست یا یتیم رو رسیدگی می‌کنن. اون موقع هم دقیقاً کودکانی که در این مراکز شیرخوارگانی که به این مراکز می‌رفتن به دو قسمت تقسیم میشن، یکی کسایی که والدینشون بضاعت مالی نداشتند یا بد سرپرست بودن، پدر مادر شرایط نگهداری کودک رو نداشتند، یا کسانی که سر راهی بودن، به نوعی بچه رو رها شده در خیابان یا در جایی رها کرده بودند و اون موقع این شیرخوارگاه ها به کمک میمدن تا بتونن تربیتی لایق و شایسته یک فرزند ایران زمین رو بهش اهدا بکنند. و بخش دیگه هم که بخش مهد کودک ها بودش که شهبانو خیلی روی مسئله نظارت و دقت داشتند و اعتقاد داشتند که فرهنگ غنی ایرانی باید در مهد کودک دوباره برای کودک مرور بشه تا این کودک وقتی به سن بزرگسالی میرسه خیلی از مشکلات و مسائل مختلفی که مخصوصا در مناطق محروم وجود داشت دیگه از بین رفته باشه. با درود، خواستم از همین مکان مقدس تولد بانوی ایران زمین شهبانو فرح پهلوی رو تبریک بگم و بگم فرقی نمی کنه که مسلمون باشیم یا غیر مسلمون، شیعه باشیم یا سنی، مهم اینه که همه ما ایرانی هستیم و به وجود نازنین بانوی عزیزمون افتخار میکنیم و آرزوی طول عمر با عزت برای ایشون داریم و به امید اون روزی نشستیم که با حضور گرم ایشون بتونیم به کالبد مرده این کشور جون تازه‌ای بدیم و کشور عزیزمون رو دوباره در اوج ببینیم به امید اون روز. اما بنگاه حمایت از مادران و نوزادان درسته که در سال 1319 توسط رضاشاه کبیر افتتاح شده بود، اما یواش یواش از رونق افتاده بود و میتونم بگم که به گفته خود کسانی که اونجا کار میکردن از سال 1338 که مدیریت این مجموعه به دستان پرتوان شهبانو افتاد، میتونیم بگیم که کاملا متحول شد و بخشای بسیار بسیار جالبی راه اندازی شد. یکی از مشکلاتی که اون زمان مردم ایران باش دست و پنجه نرم میکردن بخش علمی داستان بود که تلاش میکردیم خودمون رو بتونیم از لحاظ علمی به بقیه کشورهای جهان برسونیم. شهبانو دو مرکز بسیار خوب رو افتتاح کردند و دستور ساختش رو دادند که بسیار در اون زمان به مردم کمک کرد. آموزشگاه بهیاری فرح که بهیاران رو تربیت می‌کرد تا
بتونن اینها در مراکز درمانی مختلف یا مراکز اجتماعی مختلف به کمک مردم بیان، و بخش دیگری هم که بخش آموزشگاه مامایی بود. جمعیت به سرعت داشت زیاد میشد و احتیاج بود که ساختار و زیرساختهای مناسب با اون هم ساخته بشه. بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان‌های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم، ماماها رو تربیت میکردیم که به طور درست به زنان برسن و آموزش به زنان که چجوری بچه ها رو نگهدارن، تغذیه بچه ها، کمکشون میکردیم. زایشگاه تهران 250 تخت برای مادران و 250 تخت برای نوزادان در نظر گرفته، و جالب بدونید که در اون زمان تقریبا در هر 10 دقیقه یک فرزند در تهران به دنیا می اومد. همه خدمات در این زایشگاه ها رایگان بود، اما مختص به تهران نبود. زایشگاه خیابان پاستور تهران یکی از آنها بود، ولی در شهرهای مثل سرخس، چادگان، چالشتر، ایزه، گروه، بابل، ایران شهر و روستاهای رشت و ساوه و غیره شبانه روزی مراکز به مردم خدمات رایگان می دادن. مرکزهای رفاه خانواده، مهدهای کودک، واحد حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست فقط بخش کوچکی از خدماتی بودند که شهبانوی ما انجام داده. مؤسس بودند یا ریاست عالیه اون رو بر عهده داشتند و توانستند یک شکوفایی انقلابی در اون رقم بزنند. با این خاطره میخوام زادروز یه شخصیت والا، فرهیخته و بزرگ و تبریک بگم. 10 سال پیش از مسیر دامغان به جندق برای اولین بار داشتم عبور میکردم. گونهای کنار جاده که خیلی به صورت ریتمیک و زیبا و منظم چیده شده بود برای من خیلی سوال بود. وسطای را به یه آبنباری رسیدم، اونجا یه ساربون پیری با شترهاش اتراق کرده بود. همین مسئله طبیعت گونها رو باش مطرح کردم. ایشون خیلی با طعنه و با اون لهجه شیرین خراسانیش به من گفت که طبیعت کجا بوده مرد حسابی، سال 1350 شهبانو فرای پهلوی خودشون اومدن اینجا، اولینا رو کاشتن و دستور دادن برای جلوگیری از فرسایش خاک تا جایی که چش کار میکنه گونکاری بشه. حالا شما حساب کنید 1350 ایشون تو دشت کویر درگیر فرسایش خاک بودن، امروز ما اینجا با جمهوری اسلامی هنوز در مورد فرسایش خاک و فرونشست زمین چیزی نمیدونیم و اصلا برامون مهم نیست. امیدوارم که به زودی ایشون برگرده و با هم کشور رو آباد کنیم. یکی از مراکزی که خیلی در اون زمان سر و صدا به پا کرد به خاطر توسعه علمی وحشتناکی که در اون زمان در ایران به وجود آمد، انستیتیو پاستور بود. اون زمان شاید کشورهای بسیار محدودی بودند که در داخل خودشون انستیتیوی به نام پاستور داشتند و از این طریق دانشمندان مختلف و هم در ارتباط بودند و برای جلوگیری از بیماری‌های واگیردار و یا بیماری‌های خطرناکی که در کشورها هستش مطالعه می‌کردند. اما حتی انستیتیو پاستور هم تمام دستاوردهای خودش رو میشه گفت که مدیون حمایت‌های بی‌شائبه شهبانوی ایران زمین میدونه. صمیمانه‌ترین درود. یک بار دیگر پاییزی از راه رسید است و مهر ماه. 22 مهر ماه زادروز شهبانوی عزیزمون فرح پهلوی است. شهبانویی که با اخلاق ترین، با نجیب ترین و زیباترین ملکه دنیا انتخاب شد. من به عنوان ایرانی افتخار میکنم به وجود نازنینشون. از طرف خودم، خانواده خودم، ملت ایران این روز مبارک رو به شخص ایشون و به شاهزاده عزیز تبریک بگم و آرزو میکنم سال آینده این دو شخص نازنین رو از نزدیک در ایران عزیزمون ملاقات کنیم و خیلی خیلی خوشحالم که زندگی پرباری داشته برای ایران و جوانان ایران. سپاسگزارم. ریاست سازمان انتقال خون ایران یا ریاست جمعیت بهزیستی ایران که الان هم هنوز کنوزه اسمش به همون بهزیستی مشهور استش، که در اونجا بخش‌های بسیار زیادی رو آموزش می‌دادن که جالبه بدونید که الان شاید 90% اینها حتی در حد شعار هم دیگه وجود نداره.
قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 توسط شهبانو افتتاح شد. ایشون خیلی کمک کردند به وجود آمدن قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. این مجموعه که اون موقع اولین میتونم بگم مجموعه تمام علمی بود که در زمینه کودک کار میکرد، هدفش این بود که بچه ها رو آشنا بکنه با کتابخوانی، با روزنامه نویسی، با مقاله نویسی، داستان نویسی. برای اولین بار بود که در ایران نهادی بنا شده بود که برای کودکان تئاتر کودک بسازه و تولید بکنه با استفاده از کودکان، یعنی کودکان برای کودکان تئاتر اجرا کنن یا کودکان برای کودکان موسیقی بنوازن. تا قبل از اون به هیچ عنوان در کشور ما همچین خبری نبود. اگر که تئاتری بود، معمولاً تئاترهای تخت‌حوزی بود که بنابر اون نوع دیالوگی که میگفتن باید والدین تشخیص میدادن که دست بچه رو بگیرن با خودشون ببرن یا خیر. معمولا در زمان که داریم در موردش صحبت میکنیم تئاترهایی که وجود داشت برای کودک مناسب نبود، اما با این اتفاق تقریبا یک انقلاب فرهنگی در سنین کودکی و نوجوانی در کودکان انجام شد و باعث شد که کودکان هدفمند باشن. کتاب‌های علمی در این مرکز ترجمه می‌شد و به زبان ساده و کودکانه به بچه‌ها آموزش داده می‌شد. بچه‌ها در این مرکز تونستن شخصیت خودشون رو شکل بدن، مرکزی که متأسفانه بعد از رفتن شهبانو کاملاً پژمرد. تبریک بگم من اینکه اومدم الان جلوی یکی از یادگارهای شما فیلم بگیرم و از شما قدردانی کنم بابت تمام خدمات بزرگی که انجام دادید. چون وقتی که شما از اینجا رفتید اینا همه پژمرد. باز هم توجه شما رو تبریک میگم، امیدوارم که هر چه زودتر شما رو در اینجا ببینم. بابک از تهران. مرکزی که متاسفانه خیلی از شاخه‌های هنری که در اون درس می‌دادن دیگه وجود نداره، نه از موسیقی خبریه، نه از آموزش رقص خبریه و نه از اون شکوفایی‌های خاص، به خاطر اینکه دیگه کتاب‌های خاص در اونجا به بچه‌ها داده میشه. در حقیقت خیلی از والدین بچه‌هاشون رو به این مرکز معرفی نمی‌کنن چون چیزی یاد نمی‌گیرن، فقط شستشوی مغزی میشن. من هر موقعی که از کنار کانون پرورش فکری کودکان که اندیشه کودکانه من در اونجا شکل گرفت رد میشن، خاطرات ایشون رو مرور میکنم. هر موقعی که سفری به تهران دارم بر روی سکوهای سنگی پارک شهر برای دیدن یک تئاتر مینشینم و منتظر هستم، خاطرات خوبه این بانوی ارجمند رو مرور میکنم. میخواستم عرض کنم در هر جایگاهی که هستیم باید کارهای خوبی را که انجام شده قدردانی کنیم و من این زادروز رو تبریک میگم. امیدوارم روزی قدم مبارک ایشون رو در ایران عزیز داشته باشیم. به عنوان یک معلم، یک معلم کوچک در این جامعه و یک فعال مدنی چشم به راه قدم ایشون هستم و میخواستم عرض کنم که بانوی عزیز حالا که رفته ای تکلیف چشمهای منتظر و به راه ما رو روشن کنید. زادروزتون مبارک باشه. چشم به راه قدم ایشون هستم. وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار از یه شهر دور که از همه دنیا میاد. یک گلایه که من همیشه از خودمون ایرانی ها دارم اینه که ما حافظمون خیلی ضعیفه. ما بعضا چیزایی که باید یادمون بیاد یادمون نمیاد و چیزایی که میان به ما میگن رو یادمون میره که بابا این که جدید نیست، این قدیمیه. چندین و چند سال قبل یه ملای عبا شکلاتی اومد یه بحثی به نام گفتگوی تمدن‌ها رو باز کرد، تازه یه جوری مطرح میکرد که انگار ابتکار و ابداع خودشه.
وقتی داشتم میخوندم متوجه شدم که این مرکز رو شهبانو فرح پهلوی سال 1345 راه اندازی کرده، مرکزی که اسم دقیقش انجمن ملی روابط فرهنگی هستش، همون بخش گفتگوی تمدن ها. سال 1345 سازمان گفتگوی تمدن ها که آقای داریوش شایگان ریاستش رو داشت، که خیلی چیز جالبی بود، یه نمایشگاهی هم درست کردیم از کارهای آفریقایی و مدرن توی باغ فردوس، که بعد از این اتفاقات آقای احسان نراقی اینو داده بود، یعنی کرد به اسم آقای خاتمی، که تو یو این و اینجا هم گفتم، من هم هی نامه نوشتم بابا اینو خود ما درست کردیم 3 سال پیش هیچ، ولی خب آقای نراقی میخواست نزدیک بشه به این. بعد یه سری از مردم به خاطر نداشتن آگاهی فکر میکردن که چقدر این ملا با سواده و چه بحث شیک و قشنگی اومده مطرح کرده، در صورتی که حالا خود این بحث هم هزار یک داستان داشت، یعنی خود اون از یه نفر دیگه به نام دکتر حسینی طرح رو گرفته بود دزدیده بود، در صورتی که کل این داستان همش سال 1345 خیلیه، یعنی 32 سال قبلش توسط شهبانو افتتاح شده بوده، بابا دفترش توی تجریش بوده بستان فردوس، مدیرش هم آقای شایگان بوده. سلام بر شهبانو فرح پهلوی، مادر ایران زمین. من این ویدیو رو دارم از داخل کلیسا و دارم سعی کنم برای سلامتی شما عکس و تولدتون مبارک باشه، و گفتم تا عیسی هست ازش خواهش کنم، التماس بکنم برای آزادی ایران ما به ما کمک بکنه، ما بتونیم سال دیگه تولد شما رو داخل ایران و پایکوبی و جشن رو بزن و برقص جشن بگیریم و حال بکنیم و ایرانمون رو از دست این سفاکان نجات بدیم. شهبانو فرح پهلوی، مادر ایران زمین، ما همگی عاشق شما هستیم و برای سلامت شما دعا میکنیم، تولدتون مبارک باشه. یکی از مطالب جالب اینه که یک بنیاد یا شهبانو در سال 1343 تأسیس کردن به نام بنیاد فرهنگ ایران، که کارش بسیار بسیار جالب بود. تا اون موقع ما اصلا فرهنگنامه یا لغتنامه فارسی نداشتیم. اگر یکی میخواست فارسی یاد بگیره در یک کشور دیگه زندگی میکرد که اون موقع تعدادشون کم نبود، خیلی دوست داشتن فارسی یاد بگیرن که شانس اینو داشته باشن سفری به ایران داشته باشن، کتابی نبود که بتونه دستور زبان فارسی یا فارسی صحبت کردن رو یاد بگیره. همه این اتفاقات به همراه یک عالمه اتفاق مثبت دیگه همش چیزایی بود که در همین بنیاد فرهنگ ایران راه اندازی شد. این فرهنگ سعی میکرد هر نوشته‌ای که در مورد ایران در خارج از کشور موجوده بیاره ترجمه کنه، ببینه اینا چی نوشتن، چی میدونن، چی فکر میکنن در مورد ایران، و از اون طرف هم سعی میکرد تمام ادبیاتی که ما داریم، تمام فخر و اون غنی بودن ادبیاتی که داریم رو به زبانهای دیگه ترجمه کنه و به دنیا عرضه کنه، و مهمتر از همه علمی رو این مرکز بنیانگذاری کرد که علم ترجمه کتاب بود، یعنی افرادی آموزش دیده شدن اونجا که یاد بگیرن چجوری باید کتابی را به فارسی یا از فارسی ترجمه کنن. اون زمان که اینترنت نبود، بعد از این اتفاق بود که تازه بولتنای علمی و ژورنالای خاص خارجی وقتی می اومد خیلی راحت ترجمه میشد و در اختیار دانشجویان یا معلم یا کسایی که دوست داشتن از علم روز چیزی بدونن قرار می گرفت. 22 مهر زادروز ملکه ایران زمین اعلی حضرت شهبانو فرح پهلوی را شادباش می گویم. ما ایرانیان مقیم اسرائیل، سرزمین مقدس اسرائیل، همیشه سلامتی و عمر زیاد را برای اعلی حضرت آرزومندیم. به امید ایران آزاد، با خاندان پهلوی. سازمان ملی فولکلور ایران که سال 1346 تأسیس شد، ریاستش و شهبانو فرح پهلوی بر عهده داشتند. این سازمانی که برای اولین بار در ایران شروع کرد به جمع‌آوری موسیقی‌های محلی، لباس‌های محلی، رقص‌های محلی، تمام ترانه‌های بومی رو یادداشت می‌کرد و سعی می‌کرد که اونها رو در خود کشور عزیزمون ایران به گوش بقیه برسونه.
کسانی که در اینجا کار میکردن معمولا استخدام آموزش پرورش میشدن تا در دبستانها و مدارس دیگه بتونن به بچه ها رقص محلی و به حال ادبیات محلی رو بهتر آموزش بدن. قبل از اون همچین اتفاقی نیفتاده بود، بعد از اون هم دیگه نیفتاده. اگر چیزی بوده فقط در قالب شعار بوده که کسی بره ببینه مثلا مردم محلی لرستان چه ترانه هایی رو دارن که یادگار مادر بزرگاشونه و زمزمه میکنن تا همون رو مکتوب کنند، بنویسند که بماند برای نسل های بعد. خیلی از آهنگای فولکلوری که الان در کشورمون موجوده برمیگرده به همون دوره که کسانی بودند که به دستور این مجموعه، به دستور این سازمان و با حمایت و ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی این همت رو داشتن تا این آثار رو جمع آوری کنند. تئاتر شهر تهران بزرگترین مجموعه نمایشی ایرانه. مجموعه که در سال 1347 ساختش تصویب شد و بالاخره در هفته بهمن 1351 توسط شهبانو فرح پهلوی افتتاح شد. این مجموعه که ابتکار خود شهبانو فرح پهلوی هم بود، با اولین نمایش خودش، نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف و با کارگردانی آربی آوانسیان افتتاح شد. مجموعی بسیار امروزی، شیک و با امکانات که بهترین مکان برای برگزاری تئاترهای کلاسیک و یا کنسرت‌های موسیقی بود. باید پادر میوری کنه تا آدم ناست جبونی کنه، عشق باید پادر میوری کنه تا آدم ناست جبونی کنه. کشوری با این همه سابقه هنری و فرهنگی شایسته و بایسته بود که یک سالن مختص این کار داشته باشه، سالنی که با افتخار و غرور بتونیم خوانندگان خارجی رو یا حتی داخلی رو دعوت کنیم که بیان اونجا کنسرت بذارن، سالنی که تمام استانداردهای لازم رو برای برگزاری اپرا، باله و موسیقی داشته باشه. اپرا و باله که الان مدت هاست در کشور عزیزمون مرده، در همه جای دنیا هست، همونطور که قبلا در ایران عزیزمون هم بود. و این سالن که اسمش تالار رودکی بود در سوم آبان 1346 افتتاح شد، سالنی که به درخواست های مکرر مردم و شهبانو دستور ساختش داده شده بود و این افتتاح و بازگشایی یک برگ جدیدی در موسیقی کشورمون باز کرد. هنرمندان بسیار مشهوری اومدن و آنجا برنامه اجرا کردن، کسایی مثل هنری شیرینگ یا کلودیا آروا کنسرت دادند و برلین فیلارمونیک و دیگر گروه های اپرا، باله و ارکستر مجلسی و همچنین نابغه پانتومیم مارسل مارسو در تالار رودکی برنامه اجرا کرد. درود به ملکه محبوب کشورم شهبانو فرح، میلاد خجستتون رو تبریک عرض میکنم خدمت خودتون، خانوادتون و تک تک ملتی که بعد از 40 اندی سال به خانواده شما و به شخص شما خصوصا از ته قلبشون درود میفرستم و دوستتون دارم. میلادتون مبارک. امیدوار هستم روزی زیر سقف آسمونای آبی کشورمون دوباره خدمتون برسم. من یک بار شانس اینو داشتم که با شادروان استاد فریدون فرخزاد با گیتارم اومدیم و برای شما ترانه فرح رو خوندیم، ترانه‌ای که آهنگی بود که من ساخته بودم، روی ملودی من فریدون شعری گذاشته بود و من سعی میکنم یه قسمتی از این ترانه زیبا رو تا اونجا که حافظم یاری میکنه برای شما به عنوان هدیه تولدتون از طرف خودم و شادروان پرخزاد بخونم دوباره. فرح سکوت تو چه غم فضا، فرح سکوت تو صدای ماز، از آن چه که بود دار و ندارم یا آن که هنوز
مانده کنارم با صبر و شکیبایی گذشتی. هرگز نشنید کس بذارم فرق سکوت تو چه غم فضاست، فرق سکوت تو صدای ماست. لا 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 لا. بانوی عزیز ملتی تو تو قلبای عاشق دولتی تو، احساس رسیدن به خونه پیروزی نور به ظلمتی تو. میلادتون خجسته باد. موزه هنرهای معاصر یکی از همین اتفاقات بود که به همت و تلاش شهبانو فرح پهلوی در کشور عزیزمون بنیان نهاده شد. اما کارهای دیگه که ایشون انجام دادن، انجمن فیلارمونیک تهران بوده که سال 42 تأسیس کردن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب که در سال 33 به فرمان شاهنشاه فقید تأسیس شد، ریاست عالیش رو شهبانو فرح پهلوی بر عهده گرفت. جشنواره طوس در 23 تیر ماه 54 در تالار فردوسی دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد برای اولین بار گشوده شد. جشنواره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه که هیچ کسی تا قبل از اون بهش به اون شکل نپرداخته بود. با درود و شادباش‌های بیکران به پیشگاه اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی ملکه ابدی ایران زمین به مناسبت 83مین زادروز پر افتخار و پرثمرشون. یگانه برادر دانشمندم به خاطر تمرد در برابر فرامین شیطانی هسته جمهوری اسلامی به دست حکومت ترور شد و هرچند همه ما انواع اندوه و فقدان در سینه داریم، اما چه میلیون ها هممیهن آواره ما در سراسر جهان و چه 80 میلیون هممیهن اسیر ما در داخل ایران، همگان کاوه های ایران هستیم که هیچ سر آشتی با ضحاک زمان و همپیمانانش نداریم و کمر به باز پسگیری ایران از چنگال اشغالگران بسته ایم. باور دارم که شما مادر تاجدار و داغدار ایران به زودی در تهران شاهد تاجگذاری یگانه پسرتون که پادشاه در تبعید ایران است خواهید بود، چرا که ملت ایران اثبات کرد پهلوی نوستالژی نیست، آلترناتیو است. بار دیگر زادروزتون خجسته باد. پاینده ایران، جاوید شاه. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در دوره شاهنشاه فقید رقم خورد در ورطه فرهنگی و هنری که خیلی مهم بود در دنیا، مثل بمب ترکید، بحث جشن هنر شیراز بودش که مبدع این داستان خود شهبانو فرح پهلوی بودن. بزرگترین هنرمندان دنیا می اومدن در این جشنواره که چند سالی هم بیشتر متاسفانه دوام پیدا نکرد شرکت می کردن. چه استعدادهای داخلی چه استعدادهای خارجی همه می اومدن و سوا این که می فهمیدن آقا
کشور از زمان ایران چقدر مردم مستعد و با استعداد داره، در زمینه معرفی هرچه بهتر کشور از زمان به کل دنیا هم بسیار بسیار مؤثر بود و تونسته بود روابط هنری، فرهنگی و بین المللی بسیار خوبی رو زمینه سازی بکنه برای مردم عزیز کشورمون، به ویژه هنرمندان که بعد از این جشنواره میتونستن اجراهای بین المللی داشته باشن. بعد هم مسئله سر این بود که ما در جشن هنر بهترین گروه ها و مطرح‌ترین گروه های خارجی داشتیم، از تئاتر لهستان، از اقصی نقاط اروپا و دنیا گروه های مطرح میمدن، مثل گروه اشتو که کاراشون زبون زد بود. و مسئله سر بعد روابط فرهنگی خارج از صحنه بین ایرانی ها که همیشه میزبانای خوبی هستند و خارجی ها و پذیرایی های سطح بالایی که از اینها میشد که با خاطره خوش از ایران میرفتن، آشنایی با آثار تاریخی ایران، بعضی از تئاترها در خود تخت جمشید اجرا میشد و مسئله تبادل فرهنگی، مسئله شناختن ایران بود که بابا فکر نکنید ایران یک گوشه دنیا افتاده، شماها دارین از میتازین و خودتون رو پرزانته میکنید و مطرح میکنید. ما از نظر فرهنگی و بار شعوری به عنوان نویسنده، به عنوان کارگردان، به عنوان شاعر، به عنوان طراح صحنه لباس چیزی از شما کم نداریم. اینو دیگه من نمیگم، اینو بهتر از زبون کسی بشنوید که خودش اونجا حضور داشته در این جشنواره و هنرنمایی کرده. بزرگترین هنرمندای دنیا یکی از برگای برندشون این بود که بگن در جشنواره جشن هنر شیراز حضور داشتیم. اگر میخواستن جای پروژه‌ای بگیرن، اگر میخواستن در مورد خودشون رزومه‌ای بدن، حتما میذاشتن خط اول و میگفتن که ما در جشنواره فرهنگ هنر شیراز حضور داشتیم. الان که تازه جشنواره ها دیگه اون اعتبار رو از دست دادن، حتی اسکارش دیگه مافیایی شده و به روابط سیاسی و مالی و اینا وصل شده، چه برسه به جشنواره های حالا سطح پایین کشورهای سطح پایین تر الان، ولی همه دارن خودشون رو میکشن، هزار جور تلاش میکنن از نردبون برن بالا، یه جور خودشون رو به یکی از این جشنواره ها برسونن. اون زمان که تازه این داستان ها نبود، ببین بودن در یک جشنواره جهانی جشن هنر شیراز برای خیلی ها آرزو بود، حسرت بود، یعنی همه تلاش میکردن یک کار قابل قبولی ارائه بدن که شاید انتخاب بشه برای جشن هنر. یک کار بزرگ فرهنگی، تاریخی، تمدنی به نام جشن هنر که من این افتخار رو داشتم که در نمایش بنگاه تئاترال با گروه آقای نصیریان که کار می‌کردیم در جشن هنر، در اختتامی جشن هنر میزبان شهبانو باشیم که من یادمه من هنوز خیلی جوان بودم، نقشه دختر قصه رو بازی کردم، یه نقش کوچولو داشتم که به من میگفتن پاشو برقص، من دیدم نقش جایی نداره، رفتم برای خودم نقش رو تقویت کردم که از این دختره که تو عروسی بهش میگن پاشو برقص، میگه نمیرقصم، بعد وقتی میره وسط دیگه ول نمیکنه. من تا گفتم نمیرقصم به زور من بلند کردم، شروع کردم به رقصیدن، دیدم شهبانو قهقهشون تو سالن بلند شد، تو سرای مشیر شیراز بود. خوشحالم که تونستم دو ثانیه بخندونمشون. اولا من از این فرصت استفاده کردم تا زادروز مادر ایران رو از طریق کانال خاموش، اخبار خاموش تبریک بگم. البته این پیام من نیست، پیام میلیون ها ایرانیه، پیام اونهایی که در دهه 70، 80، 90 دنیا آمدن و همه ما امید داریم که یک روز ایران ما آزاد بشه. نور بر تاریکی پیروز است. خدمات و زحمت‌هایی که شهبانو برای کشور از این ایران کشیدن لیستش خیلی طولانیه و در یک ویدیو قاعدتاً نمی‌گنجه. من سعی کردم فقط تعدادی بیارم که شاید برای مخاطبای همسن و سال من و یه مقدار جوان‌تر جذابیت بیشتری داشته باشه، اما بقیه رو دیگه سعی می‌کنم به صورت تیتروار بهتون بگم. خیلی هاشم هست که اصلا نیوردم اینجا چون برای صحبت کردن در موردش احتیاج به توضیحات تکمیلی
بود که متاسفانه رو اینترنت نتونستم خوب پیدا بکنم. جمعیت ملی مبارزه با سرطان فروردین 1346، شورای عالی بهداشت که به ریاست شهبانو فرح پهلوی در آذر ماه 1329 به تصویب مجلس رسید که کارش بسیار مهم بود، در مورد بیماری‌های مختلفی که در داخل کشورمون تحقیق می‌کردن و سعی می‌کردن راه درمان پیدا بکنن و همچنین در مورد بهداشت عمومی مشاغل کارگران کارخونه، بعد مدارس و بچه‌هایی که به عنوان دانش آموز به مدارس میرن و خیلی موارد دیگه که برای اولین بار در کشور این اتفاق افتاده بود و این مرکز تأسیس شده بود، چیزی که الان بعد از شورش 57 کمتر داریم میبینیم. معمولا همه کارگران با مواد سمی از نزدیک در ارتباطن و کسی به دادشون هم نمیرسه. جمعیت حمایت از کودکان بی سرپرست در سال 1345 به ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی بنیان شد. 150 مددکار متخصص در امور کودکان و کودکان بی سرپرست به ویژه، جهت پناه دادن به این کودکان، به نوعی به سرپرستی دادن به خانواده‌هایی که شرایط دارن آموزش دیده بودن و همچنین 300 مربی کودک جهت خدمت در خانه‌های کودک آموزش دیده بودن. فدراسیون ورزشی کرولال‌ها، سازمان ناشنوایان ایران، سازمان نابینایان ایران، شورای عالی شهرسازی، شورای عالی رفاه اجتماعی و شورای عالی اطلاعات جهانگردی که در تیر ماه سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های پارلمانی مجلس شورای ملی و سنا رسید و برای اولین بار صنعت جهانگردی در کشورمون تونست یک سازوکاری پیدا کنه. دقیقاً در دوران طلایی دوران پهلوی بود که تمام مردم دنیا دوست داشتن بیان ایران و شگفتی‌ها و زیبایی‌های ایران از نزدیک ببینن. اما مسئله مهم اینه که شهبانو خدمات بسیار زیادی داشته، درسته، در زمانی که در داخل کشورمون عزیزمون ایران و به عنوان نایب السلطنه و یا به عنوان ملکه ایران زمین بوده، اما خیلی کمتر کسایی هستن در مورد خدماتی که شهبانو بعد از خروج از ایران در رابطه با هموطنان عزیزمون انجام دادن صحبت بکنه، یا شاید خیلی ها نمیدونن. یکی از این موارد این کمک بزرگی که شهبانو به تعداد بسیار زیادی از ایرانیانی که در یک موقعیت خاص گیر افتاده بودند انجام دادن رو با هم ببینیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های بنیاد که بنیاد انجامش داد به کمک اولیا حضرت، نجات 651 نفر از ایرانیانی که در بین مرز اردن و عراق گیر کرده بودند و از کمپ التاش اومده بودند اونجا در 2003 وقتی که جنگ شروع شد، این ایرانیان که در کمپ التاش بودن اومدن به طرف مرز عراق و اردن، ولی دولت اردن اینا رو اجازه نمیداد که وارد خاک اردن بشن. در یک از سفری که من ژنو رفته بودم، سازمان ملل رفته بودم، UNHCR به من گفتن که 651 نفر هستن از ایرانیان که بیشترشون کرد زبان هستن که از کمپ التاش اومدن و در پشت مرز اردن قرار گرفتن و دولت اردن اجازه نمیده که این افراد وارد بشن، شما میتونید کمکشون بکنید؟ من گفتم که بذاریم ببینم من چه کار ما میتونیم انجام بدیم. از اونجا با دفتر اولیا حضرت تماس گرفتم و موضوع ایرانیان که پشت مرز هستن و گیر قرار گرفتن رو گفتم و بازگو کردم و اولیا حضرت محبت فرمودن و نامه به پادشاه اردن ملک عبدالله فرستادن و ازشون خواستن که اجازه بدن که این ایرانیان وارد خاک اردن بشن که بتونن UNHCR اینا رو پروسسشون بکنه، ریستلمنتشون بکنه که برن کشور دیگه. خوشبختانه این کار انجام شد و اون 651 نفری که از سال 2003 تا 2005 گیر کرده بودن اون پشت مرزهای اردن وارد خاک اردن شدن و زیر یک سال همشون به کشور مختلفی از ایرلند و نیوزیلند و سوئد و کشور دیگه حرکت کردن و من می‌خواستم بازم از اولیا حضرت سپاسگزاری کنم که این محبت رو کردن
و اجازه داد با این نامشون تونستن که به پادشاه اردن ازشون بخوان که این کار رو انجام بدن. بله، شهبانو همیشه شهبانوه، ملکه ایران زمین همیشه ملکه ایران زمینه، مادر ایران زمینه، فرقی نداره کجا باشه، همیشه هر وقت کاری از دستش بر اومده برای من و شما انجام داده بدون اینکه ما حتی روحمونم خبردار باشه. خیلی چیزای خوب پس راجب ایشان گفتن، ولی یه خانومی هستن که پاشون رو زمینه، هم ملکه هستن و مثل یه شهبانو و ملکه رفتار میکنن، هم خیلی آدم ساده ای هستن، خیلی چیزای ساده که من و شما رو خوشحال میکنه، مثل یه غذای خوشمزه یا یک گل قشنگ یا بوی یک گل یا یک منظره قشنگ، ایشون رو خیلی خیلی خوشحال میکنه، اثر میذاره رو ایشون. یعنی حساس هستن به زیبایی، به طبیعت، به محبت. اگه کسی به ایشون محبت نشون بده برای ایشون خیلی مهمه، خیلی، با وجودی که خیلی آدم ها هستن که ایشونو دوست دارن و دوست داشتن، ولی بازم اگه یه نفر آدم جدیدی اظهار محبت بکنه یا یه نامه قشنگ بنویسه یا یه گل قشنگ بفرسته، روشون اثر داره. یعنی براشون بدون چیز نیستش، بدون نتیجه نیست، بعد روشون اثر داره. عادت نکردن به اینکه مردم دوستشون داشته باشن. هر کی هر محبتی بکنه، هر اظهار نظری بکنه که قشنگ باشه و خوشایند باشه، ایشونو خیلی خوشحال میکنه. تمام تلاشم رو کردم که بتونم تا اونجا که میتونم مفید باشم و این اتفاقات رو به اطلاع خیلی از نسل جوونمون حداقل که در جریان نیستن برسونم. نمیدونم چقدر موفق بودم. ببخشید، من همیشه اینو اعلام کردم که من یک ارتش یک نفرم. امیدوارم این تلاشی که داشتم مورد پسندتون واقع بشه. امیدوارم که عمر با عزت هزار ساله خدا بده به شهبانوی نازنینمون، ولی ایمان دارم به اینکه هممون هر چه زودتر در هوای آزاد ایران میتونیم ایشون رو از نزدیک ببینیم و در اونجا به جای تمام غم و غصه که این 42 ساله هم ما داشتیم، هم شهبانوی نازنینمون که میدیده چه بر سر فرزندانش در ایران داره میاد، داشته رو با جشن و پایکوبی مرهم بذاریم. ممنونم که این ویژه برنامه رو تماشا کردید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ممنونم از تمام دوستانی که از جاهای مختلف دنیا برام ویدیو فرستادن، لطف کردن، اعتماد کردن و تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم. خوب و خوش باشید. باز هم سلامت باشه شهبانوی عزیز کشورمون، شهبانو فرح پهلوی، زادروزش مبارک. وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم، گلهای خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنم، فصل کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه، مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، مگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. عزیزترین سوغاتیه قباره
دهن تو عمر دوباره منه، دیدن و بویدن تو نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام، عمر دوباره منی تو رو واسه